تو جریان جنگ جهانی دوم پسر استالین خلبان بوده توی یکی از این عملیات ها اسیر آلمانیا شد پسر پیشوای شوروی اسیر آلمانیا شد آلمانیا پیشنهاد دادن به شوروی گفتن که حاضریم یه ژنرال آلمانی رو با پسر استالین معاوضه کنیم استالین میدونید چه جوابی داد گفتش که همه مردم شوروی مثل فرزندای منن من هیچ وقت حاضر نمیشم یه سطفان رو با یه ژنرال معاوضه کنم منظورش از سطفان همون پسرش بود سلام امیدوارم حال دلتون خوب باشه عالی باشین سر حال باشین من مسعودم اینجا چنل یوتیوب پادکست مجونه اینجا از تاریخ حرف میزنیم کتاب معرفی میکنیم اگه دوست داشتی چنل مجون سابسکرایب کن علامت زنگوله رو هم بزن که ویدیو جدید اومد حتما ازش با خبر بشی بریم سراغ این ویدیو عاقبت فرزندان استالین چی شد استالین رو شاید یه سری نشناسن یه تعریف دو خطی میخوام ازش بگم جوزف استالین دومین پیشوای اتحاد شوروی بود نزدیک به سی سال تو پهناورترین کشور جهان حکومت میکرد چهار تا ویدیو قبلی مفصل در موردش صحبت کردیم این که استالین از کجا اومد چطور به قدرت رسید مدل حکومت کردنش چطور بود حالا تو این ویدیو میخوام بگم که این آقا که اینقدر تلاش میکرده رو دنیا تاثیر بذاره یه نماد و ای بود تو دنیا چه تأثیری روی بچه های خودش گذاشت بعد از مرگ استالین بچه هاش چی کار کردن اول فرزندانش رو معرفی کنم استالین سه تا بچه داشت دو تا پسر یه دختر یه پسر از همسر اولش که بزرگتر از همه بود یه دختر و یه پسرم از همسر دومش قبلش اینو بگم که هر دو تا همسر استالین قبل از مرگ خود استالین از دنیا رفتند. همسر اولش به خاطر فقر و بیماری از دنیا رفت قبل از انقلاب روسیه. همسر دومش هم 20 سال قبل از مرگ استالین خودکشی کرد. پسر بزرگش اسمش یاکوف بود. یاکوف جوگاشوولی. یاکوف تو همون سن نوزادی مادرش از دست داد. با خانواده مادری زندگی میکرد اون زمان پدرش استالین یه انقلابی ساده بود فقط هنوز خبری از پیشوای کشور شوراها نبود وقتی انقلاب روسیه به پیروزی رسید استالین پسرش برد تو مسکو پیش خودش یاکوف هم مثل پدر رفت و ارتش سرخ ثبت نام کرد هنوز مرتبه صدفانی رو تموم نکرده بود که جنگ جهانی دوم شروع شد یاکوف هم مثل یه افسر عادی تو جنگ حضور داشت خلبانی میکرد خلبان ماهری هم بود اونقدر بعد بود که از پسر پادشاه بودن تقریبا هیچی بهش نرسید تو همون روزهای اول جنگ تو یکی از این عملیات ها هواپیمای سقوط میکنه آلمانی ها اسیرش میکنن اسیرش میکنن میان پیش خودشون به هوای اینکه حالا میتونن یه امتیاز مهمی از استالین بگیرن چون پسرش رو اسیر کردن اما خب گفتم چی شد دیگه استالین تو جواب پیشنهاد معاوضه آلمانیا اون جمله رو گفت که فرداش همه روزنامه شوروی تیتر زدن همه مردم شوروی همه سربازهای ارتش شوروی فرزندای منند من هرگز یه سطفان با یک ژنرال معاوضه نمیکنم آخرش این یاکوف بدشانس یه روز میخواست فرار کنه از اردوگاه اوسرا ولی موفق نشد نگهبانا به شلیک میکنن همونجا میمیره بریم سراغ بچه دوم یه دختر به نام سوتلانا تنها بچه ای بود که استالین واقعا دوستش داشت با اون دوتا پسرش اصلا رابطه خوبی نداشت پسر بزرگش رو که گفتم ولش کرد بمیره پسر دومش هم که حالا میرسیم بهش سوتلانا ولی عزیزترین شخصیت تو زندگی استالین بود استالین به خاطر خودکشی همسر دومش خیلی خودش سرزنش میکرد برای همین سوتلانا رو به عنوان یادگاری از این همسر بهش خیلی بها میداد خیلی رابطه عمیقی داشت با این دخترش سمتلانا واقعا مثل یه دختر پادشاه زندگی میکرد کسی جرأت نداشت بهش تو بگه اما این زندگی فقط تا زمان مرگ پدرش ادامه داشت همین که استالین مرد شوروی وارد دوره شد به نام استالین زودایی تو زمان حکومت پیشوای بعدی مدام از سیاست های دوران استالین انتقاد میشد اونقدر نفرت از استالین شدت گرفته بود که حتی خونوادهش هم در امان نبودن سوسلانا به خاطر جو منفی که علیه پدرش وجود داشت مجبور شد روسیه رو برای همیشه ترک کنه رفتش هندوستان از اونجا هم پناهنده آمریکا شد آمریکا جالبه خودش دشمن شماره یک شوروی بود ولی حالا دختر استالین دختر حاکم مقتدر شوروی داشت تو آمریکا زندگی میکرد پناهنده شده بود همونجا تا آخر عمرش تو آمریکا زندگی کرد فعالیت هنری هم داشت آخرش هم تو سن 85 سالگی از دنیا رفت تنها فرزند استالین بود که به مرگ طبیعی مرد بچه سومش یه پسر پرهاشیهی بود به نام واسیلی اصلا رابطه خوبی با پدر نداشت اونم مثل برادر بزرگترش تو ارتش ثبت نام کرد حتی یه بار سهلنگاری کرده بود باعث شد چند نفر از افسرهای ارتش به خاطر این سهلنگاریش جونشون از دست بدن اما دستگاه پروپاگانده شوروی روی این حادثه سرپوش میذاشت کلا های استالین خیلی از این پسر شاکی بودن زندگیش پر بود از عیاشی و پر از فساد مالی اما چون پسر استالین بود کسی جرأت نداشت چیزی بهش بگه وقتی هم که پدرش مرد به یه عاقبتی دوچار شد بدتر از سوتلانا و حتی بدتر از سرنوشت برادرش جوکوف فرمانده کل ارتش سرخ اونقدر از این آدم کینه داشت از واسیلی پسر استالین همونجا تو مراسم ودا با جنازه استالین جلوی چشم همه واسیلی رو گرفت زیر بار کتک جوری که سوسلانا به زور واسیلی رو از زیر چشمه های بیرون کشید بعدش هم از ارتش اخراجش کردن زندانیش کردن بعدش تبعید شد به سیبری ده سال همونجا تو سیبری زندگی کرد بعدش هم از دنیا رفت احتمالا هم کمکش کردن که از دنیا بره این بود عاقبت ستا فرزند پیشوای شوروی یعنی مرد پولادین نه تنها تو شوروی بعد از خودش جریان پیدا نکرد بلکه حتی تو زندگی هیچ کدوم از بچه های خودش هم نتونست تاثیر موندگاری بذاره همون بلاهایی که سر مخالفای خودش می آورد تو زمان حکومتش همون بلاها دقیقا سر تک تک بچه هاش اومد یعنی اسارت، تبعید، نفی بلد و قتل مرموزانه اگه دوست داری چیزای بیشتری در مورد استالین بدونی پیشنهاد میکنم ویدئوهای قبلی همین چنل رو نگاه کن یا اینکه اپیزود 18 تا 20 پادکست مجنون رو گوش بدی اونجا مفصل در مورد استالین و نوع حکومتش توضیح دادم آرزوی بهترین ها رو دارم براتون به امید روزهای روشن